حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ به 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 به. خیلی مختصم، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم و امروز جلسه صفر، جلسه صفر نه، جلسه یک در واقع اردیبهشت رو داریم با هم آغاز میکنیم و خدمتتون عرض کنم که خوشحالم اینکه در خدمت شما و قراره که امروز بتره کنیم و از امروز به بعد عربی رو بتره کنیم. همینطور بریم جلو. ببینم چه خبر، چه خبر. به 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 به. همه حالو روزتون همگی خوب هست؟ آره یا نه؟ اومدم تو شهر ولی ندیدم رد تو. آفرین آفرین. من مخلص شما هستم، من مخلصم. فدای شما. خب امیدوارم حال همتون خوب باشه. اول از همه یه چند تا سوال میخوام بپرسم، همه جواب بدین. گزینه میتونم بزنن سوال؟ آره بچه‌ها میخوام سوال بپرسم. خب ولی گزینه بزنین. اوکی اوکی، سوال میپرسم گزینه بزنین. ببینید من اینجا سفید بیارم. خوب گوش کنین. خب این عوض شده این تخته، نه؟ خب همه گوش کنید ببینم. این چیزایی که میگم و آقا من مخلص شما هستم، من مخلصم، خیلی نوکرم، خیلی داریم پیغام میدیم، فدای تک تک شما بشم. سب کنید، یه سری کار داریم با هم دیگه، همه سب کنین، عجله نکنید، همه گوش کنید. میخوام یه سری سوال مال بپرسم. گزینه بزنید. اوکی یک، این چرا به این صورت بیت اینجا؟ یک گزینه کیا بزنن؟ کسانی که شاگرد من نبودند و نیستند. دو، کسانی که شاگرد من هستند. سریع بزن ببینم چند در کسایی که شاگرد من نبودن گزینه یک رو بزنن، کسایی که شاگرد من بودن عدد دو رو بزنن. مرسی مرسی، همه لطفاً همه لطفاً. لامصب گزینه سه رو برای جزدی، گزینه سه نداریم. آره کس بچه گزینه بزنید، اونجا تو کامنت ها ننویسید، اونجا گزینه هست. باشه باشه، من این رو یه دقیقه، یه کاغذ قلم داری من یادداشت کنم؟ آه توی گوشیم یادداشت کنم. این خیلی برام مهمه، همه گوش کنید. آره همه جواب بدین، چند تا سوال خفن دارم، علت داره، به نفع شما دارم کار میکنم. اوکی آره، کسایی که شاگرد من نبودند خب یک، کسایی که شاگرد من هستند دو. مرسی 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 مرسی. 64% دانش آموزان جدید هستن و خدمتتون عرض کنم که 36% شاگرد قدیمی هستن. مرسی مرسی. سوال بعدی. ببین ما همیشه الکی نمیریم جلو تو دل کار، که برنامه ریزی میکنیم. گزینه یک، همه گوش کنید، گزینه یک، کسانی که عربی صفرند یا عربی اوضاع خوبی ندارند. گزینه دو، کسانی که عربیشون، بذار بنویسم. تحت قبلیه بهتر بود انگار، نه؟ یه جوریه. یک، کسی که عربیش صفر و تازه میخواد شروع کنه. دو، عربیش قوی تموم کرده اومده برای مرور. سه، عربیش بدک نیست، نه صفر نه قویه. بدو، کسانی که عربیشون صفره و تازه میخوان شروع کنن گزینه یک رو بزنن. کسانی که عربیشون قویه و اومدن برای یه مرور حرفه‌ای عدد دو رو بزنن. و کسانی که سوسو عربیشون دارن 20-30% میزنن. مرسی، همه جواب بدن، همه جواب بدن. مرسی، همه جواب بدن. منتظرم که این درصد ها ثابت بشه. بچه گزینه بزنین، بعضی دارن توی چت میزنن، من چون میخوام درصد بچه ها رو بدونم شما باید گزینه بزنین. لطفا گزینه ها رو بزنین. خب عالیه، تقریبا 28% بچه ها عربیشون صفره، حدود 23% قوی هستن و الباقی که یه چیزی حدود 50% میشه، اینها متوسط، تقریبا یک
میانگین خیلی طبیعی. بله. نه نه نه، کسی که صفره میتونه بمونه. نه ما فرقی نمیکنه اسفند و اردیبهشتون به هیچ وجه هیچ فرقی نمیکنه. خب حالا دوستانی که این دوره رو ثبت نام کردن عدد 1 و دوستانی که برای به صورت مهمان در جلسه هستن عدد 2 رو بزنن. کسانی که ثبت نام کردن عدد 1 و کسانی که مهمان هستن عدد 2 رو لطفاً بزنن. لطفاً همه گزینه بزنید. آره میدونم کسانی که دوره ما رو ثبت نام کردند عدد 1 و کسانی که امروز مهمان ما هستند و برای اولین بار اومدن در جلسه 1 در واقع به صورت رایگان اومدن و کلاس رو ببینن، لطفاً بگن مرسی 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 مرسی. من یه سوال دیگه بپرسم دیگه کارو شروع می‌کنی. بله مرسی. و آخرین سوال، قرار بوده کسانی که تو این جلسه شرکت کنن جلسه صفر رو ببینن. کسایی که جلسه صفر رو دیدن 1، کسایی که جلسه صفر رو ندیدن 2 رو بزنن. کسانی که جلسه صفر رو دیدن 1، کسایی که ندیدن 2 رو بزنن. بله جالبه. کسایی که جلسه صفر رو دیدن بچه تو گزینه ها گزینه 1 رو بزنن، کسانی که جلسه صفر رو ندیدن گزینه 2 رو بزنن. خب دوستان 35% جلسه صفر رو دیدن و 65% جلسه صفر رو ندیدن. خیلی ممنونم از همه شما. خب خیلی عالی شد. حالا گرفتیم که باید چه بکنیم. حالا منطبق بر در واقع جمعیت کلاس و کسایی که دارن کلاس رو میبینن با هم میریم جلو. من یه خلاصه بگم داستان از چه قراره، قراره چیکار کنیم و بعد درس میدم. چون 65% شماها جلسه صفر رو ندیدین، من نمیتونم جلسه 1 رو درس بدم، یعنی درس ادامه جلسه صفر رو نمیتونم کار کنم. اینو میذارم برای هفته بعد. به همین خاطر میپریم و یه درسی رو امروز آغاز میکنیم که خیلی ربطی به قبل نداشته باشه. میخوام درسه، چون خیلی های شما شاید بعدا توان ثبت نام تو این کلاس رو نداشته باشید، که حالا امیدوارم که اینجوری نباشه، به همین خاطر درس 2, 3, و 4 رو میخوام با شما کار کنم و ضبط الحرکات رو و ضبط الحرکات رو. خب بچه ها، من قراره که 0 تا 100 عربی رو باهاتون کار بکنم و هر شب با هم دیگه سه‌شنبه ها کلی حال کنیم، هم درس رو یاد بگیریم، مفهومی کار کنیم. 2 مدل در نکته و تست وجود داره در عربی. مدل اول اینه که ما کل مباحث رو درس بدیم. مدل دوم اینه که کل مباحث رو درس ندیم، بیشتر تست بزنیم. من از اونجا که بعد از 20 و 25 سال تدریس زبانی که زبان مادریمه، بیش از 35 عنوان کتاب و دیویدی کتاب حال نوشتم از 7 تا 12، به این نتیجه رسیدم که دانش آموزان در این بازه از زمان برای نکته و تستی که از صفر تدریس میشه و همه چی توش گفته میشه متقاضی هستن و میخوان این اتفاق بیفته. حالا تو اگر دانش آموز ضعیفی هستی، ضعیف که یعنی منظورم تو عربی ها، یعنی که دانش آموزی هستی که عربی رو شروع نکردی، میتونی با این برنامه بیای جلو و به یه درصد فوق العاده عالی برسی. اگر دانش آموز قوی هستی که خب آمارش هم داشتیم اینجا حدود 25% دانش آموزای قوی هستن، این یه مرور جانانه برای تو، برای لکه‌گیری اون اشکال هایی که داری. و اگر دانش آموزی هستی که بعضی از درس رو بلدی بعضی رو بلد نیستی، اونهایی که بلدی مرور میشه و اونهایی که بلد نیستی رو یاد میگیری. پس برای هر سه گروهی که الان مخاطب ما هستن این کلاس میتونه فوق العاده باشه. این مسئله. پس من قرار همه رو درس بدم. ادعا میکنم که نکته در کنکور نخواهد بود که در جزوه نکته و تست ما نباشه. این یه مسئله. من آخر هر جلسه تکلیف میدم و شما تکلیف ها رو انجام بدید. هر جلسه یه آزمون داریم. آزمون ما اختیاریه. هیچ چیز اجباری در عربی اعمار وجود ندارد.
درسته؟ من میگم با کسی که میاد کلاس من میدونه کجا اومده، پس حرف منو گوش میکنه. اگه کسی اومد کلاس من، چون کلاس من که زوریجه نیست که، یه رو حال کرد اومده کلاس ما، اومده کلاس ما و کار رو انجام نداده، دیگه آقا این بنده خدا تعطیلاته، پس دیگه ولش کن، من چه فشاری بهش بیارم؟ تموم شده. خب آها، بعد ما طبیعتا بخش از کلاسمون میره تو ایام امتحانات. ببین یه چیز جالب بهتون بگم، ما چند تا یه چیز اصلا خود شما چرا راه دور بریم، همتون تجربهش رو دارید، امتحانه دیما، امتحانا ترمز درس خوندن ما خواهد بود. یعنی وقتی من دیدم تو امتحان، تو امتحانه خرداد دیگه فقط برای 12 میخونم، وقتی دیگه پایه رو نمیخونم که بیچاره میشم. پس در نتیجه چقدر خوبه که ما در ایام امتحانات بتونیم کلاس ها رو ادامه بدیم. البته که من تکالیفم رو در اون بازه از امتحان یه مقدار کم میکنم که شما بتونید به درساتون هم برسید. دم همتون گرم، دم همتون گرم. ببینیم که چه خبر. حله، بریم سراغ درس چی بابا؟ درس 2. اینا رو پاک کنیم، سینا رو دیگه لازم نداریم. آماده این بچه‌ای که آمادن عدد 7 رو بزنن تا ما درس رو شروع کنیم. از درس 2 دهم هم شروع می‌کنیم. روش کار ما این هست که ما طبق اون چیزی که کتاب درسی گفته، کاربرد قواعد در ترجمه، درس به درس می‌ریم جلو که بتونید آزمون بدین، بتونید بفهمید چند هستین، درسی که من دادم یاد گرفتی یا نه. درس به درس که می‌ریم جلو، قواعدش رو می‌گیم، ترجمه‌اش رو هم می‌گیم. با یه درس فوق‌العاده باحال و پرپیچ و خم که خیلی راجبش صحبت نمی کنن، بریم که کار رو شروع کنیم. جزوه رو پنل هست بچه ها، جزوه رو پنل هست، میتونید جزوه رو دانلود کنین. همین جزوه رو پر شدهش رو هم روی پنل میذاریم، میتونید پر شدهش رو هم داشته باشید. خب بله، یکی از دوست از بچه ها گفتن ما اصلا ما روزه بودیم و استراحت نداشتیم و افطار، حالا میتونی لابلای این درس یه چیزی هم جلوی استکان چایی یه لقمه چیزی بخوری و مشکل نداره دیگه، گوش کنی فقط به ما. آها، یه چیز خیلی مهم هم به شما بگم. آها، خیلی هم میپرسن که میشه واقعا عربی رو توی این مدت جمع کرد؟ آیا شدنیه؟ من به شما اثبات میکنم که میشه. بچه ریاضی تجربی 19 درس و بچه انسانی 20 درس دارن. اگه برای هر درس 1 ساعت وقت بذارن لغت بخونن، که خیلی مهمه، نیم ساعت وقت بذارن جزوه هر درس رو بخونن، و 1 ساعت دیگه وقت بذارن، 1 ساعتم خیلی زیاده، که بتونن 60-70 تا تست بزنن، هر درس میشه 3 ساعت. 20 درس میشه 60 ساعت. اگه از الان تا کنکور 60 ساعت وقت بذارید، بچه 60 ساعت این روزی 1 ساعت. روزی 1 ساعت بذارید، 10-15 روز قبل از کنکور کار تمام شده. میتونی کل عربی رو یاد بگیری و بهت قول میدم که زندگیت متحول میشه. دیگه حرف نزنیم، از فرصت استفاده کنیم و بریم سراغ درس. خب همه رو بهتون میگم، این که چه کتابی بگیریم، چیکار کنیم، جزوه چیکار، همه رو بهتون میگم. الان فقط و فقط چیکار کنین؟ گوش کنین. عدد، من درس 1 عربی دهمو پریدم. چرا؟ چون باید جلسه 0 رو ببینی که من بیام ادامه‌شو بگم انشالله هفته بعد. بریم. در زبان عربی اعداد بر دو نوعن، یا اصلی یا ترتیبی. اصلی یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 الی آخر، و ترتیبی یعنی اول دوم سوم، یا اولین دومی سومی و الی آخر. پس اعداد اصلی و ترتیبی یعنی این. اولین چیزی که باید بدونی اینه. دومین، بچه در عربی اون چیزی که شمرده میشه بهش چی میگن؟ همه جواب بدین، همه جواب بدین. بدو 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 بدو، مرسی، معدود. یادمون باشه در عربی به کلمه‌ای که شمرده میشود معدود میگویند. وقتی میگیم 3 کتاب یا میگیم کتاب سوم، این کتاب معدوده، داریم اینو میشماریم دیگه. حله؟ این موضوع دوم. موضوع سوم، بچه‌ها ما باید عددا رو بلد باشیم. عددی اصلی با هم ببینیم. 1 1، 2 2، 2 2، 3 3، 4 4، یا به زبان شما 1 1، 2 2، 3 3، 3 3. اینا ولش کن. خب 4 4، 5 5، اینا عدد اصلیه. عدد ترتیبی، اول اولا، ثانی ثانیه، ثالث ثالثه، رابع رابعه، فاعل فاعله. اعداد ترتیبی همشون بر وزن فاعل و فاعلتن، به جز اول و اولا، به جز اول و اولا.
حواست به واحد و واحدت باشه. لامصب واحد و واحدت بر وزن فاعل و فاعلته، ولی ترتیبی نیست. این نکته، نکته مرگه. لطف کنید همگی خوب گوش کنید. این نکته رو من این پایی می نویسم. همه این نکات هم براتون می نویسم. شما لذت ببرید. حله؟ اوکی؟ ببینید بچه ها، اینجا نوشته این نکته که میخوام بگم چیه؟ بذار من بنویسم براتون. این نکته میگه تمام اعداد ترتیبی، خوب به خاطر رست پایینا، بر وزن فاعل و فاعلت هستند، تمام اعداد ترتیبی بر وزن فاعل و فاعلت هستند به جز اول و اولا. حواسمان به واحد و واحدت باشد، خب، که اصلی‌اند. پس همه اعداد ترتیبی بر وزن چی هم؟ بر وزن فاعل و فاعلت، به جز اول و اولا، به جز اول و اولا. حواسم به چی باشه؟ واحد و واحدت. واحد و واحدت هم بر وزن فاعل و فاعلت هم، ولی ترتیبی نیستن. اوکی؟ حالا بریم سراغ چی؟ بریم سراغ نکته بعدی. اعداد عقود. اعداد عقود اولا که یاد باشه از 20 شروع میشه تا 90، نه 10 توشه نه 100، از 20 شروع میشه تا 90. پس حواست باشه آخرشون هم ا، اشرونه اشرینه، حالا ثلاثونه ثلاثینه، اربعونه اربعینه. من اعاشو با قرمز میذارم که یادت باشه توی ضبط الحرکات از این سوال میاد. و یادت باشه، و یادت باشه اینکه اشرون با اشرین چه فرقی میکنه. طالبش فکر کردی؟ کی بگم سبعون، کی بگم سبعین؟ از کجا فهمیدیم؟ پس حواستون باشه اینکه از کجا فهمیدیم که کدوم یکی این رو استفاده کنیم رو یه چند دقیقه دیگه سب کنید بهتون خواهم گفت. حله؟ حالا همگی بریم سراغ نکته بعد. داریم با هم دوباره مرور میکنیم. بچه لطفا چت متن، نمیخوام چت رو قطع کنم، میتونم بگم چت رو قطع کنیم. لطف کنید بچه ها، لطف کنید. همه حواستون به من باشه. هر وقت من گفتم اونجا چت کنیم باشه؟ فدای شما بشم. منم دلم براتون تنگ شده عزیزان من. خیلی مخلصم. پس داریم مرور میکنیم. یک، عدد اصلی و ترتیبی چیه؟ باید بدونم چیه؟ باید بدونم که معدود اون چیزیه که شمرده میشه. باید بدونم که اعداد اصلی و ترتیبی و عقود چیان. وقتی یه عدد به من میگن 16، من باید بفهم یعنی 16. وقتی بگن سامن باید بدونم یعنی 8. وقتی بگن 20 باید بدونم 20. پس عدد رو باید بلد باشم. 4، تمام اعداد ترتیبی بر وزن فاعل و فاعلتن به جز اول و اولا. حواسم باشه واحد و واحدت هم بر وزن فاعل و فاعلت هستن. حواسم باشه اعداد و عقود همیشه آخرشون ا. اما نکته شماره 6، چگونه ما از اعداد استفاده میکنیم؟ این اعداد چگونه به کار میرن؟ لطفاً خوب گوش کن. اینجا نوشتم، گفتم در عربی برای بکارگیری اعداد دو روی کرد وجود دارد، عدد معدود، معدود عدد. این چیز عجیب غریبی نیست، تو فارسی هم همین شکلیه، کتاب، کتاب سوم. چیز عجیب غریبی نمیگم. اما چه عددهایی بعد از معدود میان؟ ها؟ دو گروه از اعداد بعد از معدود میان. اون گروه ها کدومان؟ 1 و 2 اصلی، یعنی واحد واحده، اثنان اثنین، اثنتان اثنتین، و تمام ترتیبی ها. پس یادتون باشه تمام ترتیبی ها. پس این در واقع خیلی مهمه. همگی خوب گوش کنین، خیلی مهمه. پس ما گفتیم دو روی کرد برای به کارگیری عدد وجود داره، عدد و معدود، معدود و عدد. اما نکته مهم اینه، عددی که بعد از معدود میاد بچه صفته و لذا از معدود خودش تبعیت میکنه.
در واقع معدود اینجا موصوفه. وای وای، اگه سوال در کنکور اومد فی ای الاجوبه، در کدام گزینه ها المعدود یکون المعدود موصوفن، معدود موصوف است، به خدا خیلی ها نمیتونن جواب بدن. بچه ها معدودی موصوف است که عددش صفت باشد، عددی صفت است که بعد از معدود بیاید. پس کافیه اگر یه روزی از ما پرسن کجا معدود موصوفه یا کجا عدد صفت، دنبال یه عددی بگردیم که بعد از موصوفش میاد. این که چنده اصلا مهم نیست. مرسی. اما اینو داشته باش، اینو داشته باش، عددی که پس از معدود میاد صفت است. لذا در جنس بیر داشتن ال ایکی و حرکت حرف آخر اوچ در سه مرحله از معدود خودش پیروی میکنه. به خدا جای اینا تو کنکور خالیه. حالا میبینی تو کنکور چی میاد. اینجا رو داشته باش. میگه قرأتو قرأتو از صفحت الثالثه. نگاه کنید بچه، اینجا از صفحه تیگرد داره، مؤنث ثالث هم تیگرد داره. اینجا از صفحه ال داره، از ثالث هم ال داره. اینجا از صفحه ا گرفته، از ثالث هم ا گرفته. در واقع اینجا عدد پس از معدود اومده صفته و از معدود خودش از صفحه تبعیت میکنه. این حالان هم معدوده هم موصوفه. به خدا اگه اینو کسی گفته باشه به شما، و این خیلی نکته خفن. خب هر کی فهمید مثبت، هر کی نفهمید منفی. بودو ببینم همه مشتی ها. ببین هر کی فهمید مثبت، هر کی نفهمید منفی. اونایی که خیلی حال کردن مثبت چند تا بزنن ها، یکی نزنن. به میزانی که حال کردی مثبت بزن. ها ماشاءالله کل نکترم میذارم بچه. هر کی میبینید این سوال مالاتونو بذارید آخر سر همه رو جواب میدم. به خود اینا رو فعلا بی خیال شید، فعلا همه حواسا اینجا باشه. مرسی. تعداد بسیار کمی من منفی میبینم که میگه من بچه مثبتم. که ببینین داستان چیه بچه، هیچ چیز خاصی نگفتیم، حواستون باشه. آها یه چیزی هم دیگه تون بگم، این کلاس من یه ویژگی داره و اون چیه؟ ببین من چه دارم درس میدم، بعد پارت به پارت که درس میدم میپرسم که یاد گرفتین یا نه. بعضی اوقات شماها یه چیزایی میگید که خودم هم تعجب میکنم، میگم از چه یه مقاله میخوندم، چون من یه دوره برگزار میکردم، دوره معلم پر مخاطب رو برای بعضی از همکارا، برای ارگانی در واقع ضبط کردیم اون رو، بعضی یه سری مقاله میخوندم، میگفت آقا ما شاگرد خنگ نداریم، شاگردی که تو موضوع رو بهش میگی و نمیفهمه، اون داره از یه زاویه دیگه به اون موضوع نگاه میکنه که نمیفهمه. و این واقعا بعد از 20 سال درس دادن برام یه نقطه عطف بود. به خاطر همین دیگه خیلی نگاه میکنم که شما چی میگین، یا نگاه میکنم یکیتون تو این لابلای این چته که حالا خیلی هم تون میره، یا یه چیزی میگی میگم پسر این داره یه جور دیگه به موضوع نگاه میکنه، چرا من تو بهش اینجوری فکر نکرده بودم. پس یادمون باشه همیشه کلاس من یه جوری بوده که خودم هم از شما یه چیزایی یاد گرفتم. حله؟ آره. ببین یه جوری بتونی عددو بگم که ردیف شه. زهرا جان خیلی ممنونم، فدای شما بشم. دانیال عزیز همگی حواسا جان، ببین اینجا ما چیز خاصی نگفتیم، داریم دوباره مرور میکنیم همه چی. تازه از اینجا به بعد تو صفحه بعد میخوام برم سراغ یه چیزی که دیگه خیلی مفهومیه و هر کسی جرأت نمیکنه اونو توضیح بده. پس گوش کنید، یه بار دیگه با هم مرور کنیم، یه بار دیگه همه با هم مرور کنیم. یادم اون داشتم اینو میگفتم، ویژگی کلاس ها میگفتم. ببین من اینجا درس میدم، استوب میکنم، میپرسم ببینم شما یاد گرفتید یا نه، بعد کلاس تمام میشه تو یه جایی رو نمیفهمی، تعداد بچه‌ها زیاده، نمیبینم تو چی گفتی، میری آفلاینش رو میبینی، آفلاینش هست. اگه آفلاینش نفهمیدی یه شماره ای در انتهای جزوه وجود داره که شماره رفع اشکاله. این خدمات پس از فروش کلاس عربی عمار، حالش رو ببر، چون یه برند میدونی که خدمات پس از فروش داره. ببین گوش کن، هر کسی هر اشکالی داره توی واتساپ میپرسه، توی واتساپ، خب توی واتساپ میپرسی، خود من پاسخ میدم سوال شما رو ظرف 24 ساعت.
امروز پرسید تا فردا جواب خودم میدم. امکان نداره کسی شاگرد من باشه بگه آقا عمر من سوال پرسیدم تو جواب ندادی. پس یادتون باشه نگران هیچی نباشید. سر کلاس من استرس نداشته باش. فقط با اعماق وجودت گوش کن بریم جلو. مرسی. آره برو برای بچه معلومات هم تعریف کن. محمد از شاگرده خوب ماست در دوره نوبا و الان نکته تست اردیبهشت هم اومده از برای بچه های عرب زبانه و عربا میان کلاس ما دیگه. تو ببین بقیهش چیه. خب اون شماره رو الان نمیتونیم اعلام کنیم برای اینکه این کلاس کلاس رایگانه و خیلی ها اینجا بعدها شاگرد ما نخواهم بود. در نتیجه فقط کسانی که ثبت نام میکنن رو ما شماره رو خواهیم داد. همه حواس جمع. پس اینجا رو یه بار دیگه توضیح بدیم. میگیم آقا ما دو روی کرد وجود داره در استفاده از اعداد مثل فارسیه. یا عدد میاد بعد معدود یا معدود میاد بعد عدد. یا میگم سه کتاب یا میگم کتاب سوم. یادتون باشه عددی که بعد از معدود میاد صفته. یعنی معدوده میشه موصوف. تو این صفته موصوفه دیگه. خب حالا کدوم عددا بعد از معدود میان؟ یک و دوی اصلی و تمام ترتیبی ها. عددی که صفته توی جنس داشتن ال و حرکت حرف آخر از معدود خودش تبعیت میکنه. حله؟ حالا بریم صفحه بعد چند تا نکته خفن بگیم. خوب گوش کن. میخوایم راجع به قواعد عدد و معدود صحبت کنیم. برای کی؟ برای ایکس های بزرگتر مساوی سه اصلی. این تنها جاییه که ریاضی توی زندگی به دردم خورد. ایکس بزرگتر مساوی سه اصلی. چون یک و دوی اصلی که گفتم یا کن منو گوش کن منو گوش کن یک و دوی اصلی ایناش تو این الگوه. همه ترتیبی هم اینجان. حالا داریم راجع به الگوی شماره یک صحبت میکنیم. کدوم عدد اینجوری هن؟ یک عدد x بزرگتر مساوی 3. اینا رو با به 3 دسته تقسیم بندی میکنیم. میخوام از الان به بعد هیچ کس هیچی تایپ نکنه. 3 دقیقه سوپر حرفه‌ای دارم میخوام گوش کن. همه اینا آنه که میمات 100 بیشتر نمیخونیم. اینا رو تقسیم بندی میکنیم به 3 دسته. 3 تا 10 11 تا 99 100 و 1000. همه شما اول عدد میاد بعد معدود. اول عدد میاد بعد معدود. اینو باید حفظ کنی. معدود اعداد 3 تا 10 اوکی جمع و مجرور. مجرور بچه یعنی n میگیره. بعدن مرفوع و منصوب مجرور درس میدم. 11 تا 99 معدودشون مفرد و منصوبه. یعنی ان میگیره. 100 و 1000 معدودش مفرد و مجروره. یعنی ان میگیره. اینو باید حفظ کنی. پس همه با هم مرور کنی. 3 تا 10 معدود جمع و مجرور. 11 تا 99 معدود مفرد و منصوب. 100 و 1000 نه 100 تا 1000 100 و 1000 معدود مفرد و مجرور. حالا قبل از اینکه بریم اینا رو مثال بزنیم بیا نگاه کن چه نکته عجیب غریبی تو عربی وجود داره. میگه اگر یکان 3 تا 10 باشد یعنی خود 3 تا 10 13 تا 19 23 تا 29 33 تا 39 اصلا هیچی 147 یکانش 7 دیگه یعنی یکانش الان بین 3 تا 10 درسته؟ فهمیدی چی شد؟ اگر یکان بین 3 تا 10 باشد این یکان تو جنس یعنی تو مذکر و مؤنث بودن با معدودش مخالفت میکنه. یعنی اگه معدود مذکره یکان مؤنثه، اگه معدود مؤنثه یکان مذکره. میشه توضیح بدی قشنگتر بفهمیم؟ آره آره نگاه کن اینجا رو. مثلا من میخوام بگم 13 درخت. بچه 13 درخت عدد 13 یکانش 3 دیگه. 13 تو کدوم باز است؟ تو این باز است. معدودش چیه؟ مفرد و منصوبه. خب من شجره رو اینجا مینویسم به صورت مفرد داشته باش. شجرتن و منصوبش میکنم. میشه شجرتن. حله؟ خب
الان عدد 13 از 3 و 10 تشکیل شده. عدد 3 یکانشه. به نظرت من الان باید بگم سلاس یا سلاست؟ عدد 3 رو الان سلاس به کار ببرم یا سلاست؟ جواب بدین، جواب بدین. ماشالله، ماشالله به همتون. چون شجرت مؤنثه، عدد 3 براش مذکر میاد، میشه سلاس. همه عدد 10 باهاش مطابقت میکنه، این مؤنثه، اونم مؤنثه. پس چی شد؟ شجرت چون مؤنثه، یکان من چون 3 هست، باهاش باید مخالفت کنه و مذکر بیاد، اما دهگان باهاش موافقت میکنه و مؤنث میاد. بچه ها بریم سراغ 13 کتاب. آمده این؟ خب 13 کتاب، کتاب رو مینویسم، منصوبش میکنم. حالا تو بگو، بخوام بگم 13 سش مذکر میاد یا مؤنث؟ بگم سلاس یا سلاسه؟ به نام مرسی فرنوش، مرسی همه حواس، مانی عزیز، بابا دیگه زیاد شد نتونستم، مرسی. چون این مذکره، این براش مؤنث میاد، میشه سلاست عشر. الان کتاب اینجا مذکر است، عدد 3 براش به صورت مؤنث اومده. خب این مذکر. آقا داشته باش، قطع کن، بابام زنگ زد. بابام هم بله بلی بابا علی بصف قاعد الرس، بصف بصف قاعد الرس في مولا. خب حله حله. آره بابام همیشه تو کلاسو بهم زنگ میزنه، همه حواسا جمع باشه. این نکته نکته خیلی مهمی بود. حالا بیاییم با هم دیگه بریم اینجا برای هر کدوم اینو مثال بذاریم. میخواییم بگیم سه کتاب، سه کتاب چون توی سه تا دهی معدودش باید جمع و مجرور باشه. کتاب جمعش میشه کتب، مینویسم و مجرورش میکنم، یه اندش میدم. بچه کتاب مذکری یا مؤنثه؟ جواب بدیم ببینم. خانم لطفی میگه نویسنده کتاب های عربی عمار شما این. آره دیگه، پس کیه؟ منم دیگه. آها، چون کتب مذکره، عدد 3 براش مؤنث میاد، میشه سلاست کتب. اینم که مثال زدم براتون اینجا، سلاست عشره کتابن. میخوام بگم آقا 100 کتاب، میخوام بگم چی؟ 100 کتاب یا 1000 کتاب، 1000 میسم الف، معدود باید مفرد و مجرور باشه. کتاب رو مینویسم، مجرورش میکنم، کتابه. خیلی از بچه ها همیشه از من میپرسیدن آقا چرا میخوان عدد بگن؟ یه جا جمعه، یه جا مفرده. آقا چرا یه جا این میگیره، چرا یه جا ان میگیره؟ بابا چرا این مذکره، این مؤنثه؟ و همه گیج بودن. داستانش این بود، به همین سادگی و به همین باحالی. فقط یه چیز دیگه هم بهتون بگم، یه چیز دیگه هم بهتون بگم، این رو هم داشته باشید، یادتون باشه. مئت یعنی 100، حالا مئتان و مئتین، اینا یعنی 200، مثنا شد دیگه. الف یعنی 1000، الفانه و الفینه یعنی 2000. این هم یادتون باشه. کتاب درسی گفته تا 100، ولی 200 هم به کار رفته دیگه. 100 رو چیکار کرده؟ منفی کرده. حله؟ بریم یه نکته دیگه راجب عقود بگیم که خیلی خفنن، و بعد بریم سراغ یه کمی تست و این صحبت ها. یادتون باشه عقود هم اصلی هم ترتیبی، حالا هم اصلی هم ترتیبی. عقود هم اصلی هم ترتیبی هن. این بستگی که به جایگاهشون نسبت به معدود داره. اگه اول عقود بیاد بعدن معدود بیاد، عقود ما اصلی هستن. اما اگر معدود بیاد بعدن عقود بیاد، عقود ما ترتیبی هستن. Can you please make an example? Yes of course. اینجا رو داشته باش، میگیم عشرون کتابن. اینجا میگیم الکتاب العشرون. اوکی،
اینجا میشه 20 کتاب. اینجا میشه کتاب 20. پس یادمون باشه تنها اعدادی که هم هم اصلین هم ترتیبی عقودن. بریم سراغ عملیات حسابی. راجع به عملیات حسابی یه نکته خیلی مهمی وجود داره، حتی همه تون میدونین. یادمون باشه که به علاوه میشه زائد، منها میشه ناقص، اینجا میشه ضرب یا فی و این میشه تقسیم علا. کدوم نکته خیلی مهم بود؟ گفتم این نکته که یادتون باشه در هنگام خواندن اعداد و نوشتن با آنها به حروف باید یکان را خوند سپس دهگان. بچه در عربی وقتی بخوام بگن 65 میگن 50، بخوام بگن 137 میگن 170. گرفتی چی شد؟ مرسی مرسی، همه حواسا جمع باشه. آره دیگه، عقودی که ترتیبی باشن صفتن. اصلا نمیخواد راجع به این صحبت کنم، این نکته کلی و ساده تر گفتم. گفتم عددی که بعد از معدود میاد صفته. خب اینو داشته باشید، اینو داشته باشید. ببینم کی میتونه بگه 56 رو به عربی بخوام بنویسیم چی میگیم؟ بگید ببینم. 148 هم من اینجا مینویسم. 56 به عربی چی میشه؟ بنویس ببینم. ماشاءالله ماشاءالله، چه آدمای خفنی، چه آدمای خفنی. مرسی. من اول باید 6 رو بگم. 6 میشه چی؟ داشته باش اینجا رو. ستتون و خمسونه، داشته باش. یا ستتن یا ستتن و خمسینه. آها حالا فهمیدیم، حالا فهمیدیم. آقا اینم برای این کمر رو میگیری؟ آره این یکی کرد. ببین همه حواسو چم، حالا فهمیدم بابا خمسون با خمسین چه فرقی میکنه، اشرون با اشرین چه فرقی میکنه. بابا چه فرقی میکنه، من کی بگم سلاسین، کی بگم سلاسون؟ میگم به کلمه قبلش ربط داره. کلمه قبلش اگر اونه بگیره اینا اونو میگیرن، اما این کلمه قبلی ان بگیره یا ان بگیره اینا اینو میگیرن، اون بگیره اونو میگیره، ان بگیره ان بگیره اینو میگیره. پس داستان عقود اینه. حله؟ بریم سراغ 148. میگیم چی؟ اول 100 میگیم. آقا متشکرم تا همینجور کافی بودا. مئه. حله؟ مئتون و 8 میگیم. ثمانیتون شما بگید. بگم اربعون یا اربعین؟ بگم اربعین یا اربعون؟ مرسی، چون اون گرفته میشه اربعونه. حالا اینجا میشه مئتن یا مئتن و ثمانیتن یا ثمانیتن و اربعینه. شعارمون چی بود؟ اون بگیره اونا میگیره، ان بگیره ام بگیره اینا میگیره. و آخرین نکته که تو دلش میخوام یه تست هوش از شما بپرسم، یه تست هوش، مخصوصا اونایی که شاگرد من نبودن. اونایی که شاگرد من بودن نکته رو میدونن. در عربی برای بیان ساعت و نه دقیقه، یعنی وقتی میگیم 3:45، من راجع به 45 دقیقه صحبت، راجع به 3 دارم صحبت میکنم. از اعداد بر وزن فاعلت استفاده میشه، از اعداد بر وزن فاعلت استفاده میشه. حالا سوالم از شما اینه، در عربی برای بیان ساعت خب از اعداد اصلی استفاده میشه یا ترتیبی؟ بگو. مرسی مانی، مرسی، مرسی دانیال، مرسی بهراد. آها بجز یک ترتیبیه. اوه اوه اوه، ببین اینجا رو، خیلی باحال بود این نکته. ببین عدد یک رو داشته باش، ساعت یک رو داشته باش. ساعت یک رو میگیم الساعه، شما در عرض فاعله ببرین دیگه، میگیم الواحده. ولی مثلا ساعت بعدی، ساعت 4 مثلا، خب میگیم چی؟
الساعه الرابعه. اوکی، الان الساعه الواحده عدد اصلی این ترتیبیه. من نکته گفته بودم هر عددی که بر وزن فاعل و فاعلت باشد ترتیبی است به جز واحد و واحدت. واحد و واحدت چی هن؟ اصلی هن. حله؟ خب اینم کل درس عدد. اونایی که خیلی حال کردن عدد 5، اونایی که یکمی حال کردن عدد 4، اونایی که سوسو بودن 3، حال نکردن 2 و ضد حال خوردن 1 رو بزنن. من نون کردم 1000 اومو دادی. مرسی مرسی مرسی. حالا بریم سراغه. از همتون ممنونم بچه، خیلی مخلصیم خیلی مخلصیم. این انرژی که ما از شما میگیریم، وگرنه ما از ساعت 7 داریم درس میدیم و الان دیگه بیش از 12 ساعته که سر پا هستیم. بریم با هم تست حل کنیم. ببین یادتون باشه بچه، جای عدد در کنکور 3 سال اخیر خیلی خالیه در تست های ترجمه و البته یه پای ثابت کنکور داره که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد، ولی بریم با هم داشته باشیم 46 رو. بودیم ببینم این همش سوالی کنکورها کدوم صحیحه. لطف کنید گزینه بزنید، لطف کنید گزینه بزنید. همگی بدو. خب سال 46 رنگ زدیم ببینم. بدوین بدوین. گفته کدوم صحیحه. مرسی مرسی، شاید باورتون نشه 80% درست حل کردن. 82% شد، خیلی عالی. 14% 15% زدن گزینه 4. 4 چی گفته؟ 80 ریال 80 ریال تقسیم علی 20 یوساوی 40. بچه 40 40 یوساوی 4 و 4 میگو. این یکی 11 ریالن 11 ریال زائد 9 یوساوی 7 ریالات. نه غلطه. 90 این پس 3 غلطه. 90 ریالن 90 ناقص 20 یوساوی 60. غلطه، باید 70 بشه. جواب گزینه یکه. چی گفته؟ 20 ریالن بی 5 یساوی 100 ریال. یه چیز با حال بهتون بگم بچه ها، 3 تا از عددها رو با هم قاطی میکنن. اون 3 تا عدد چیا هستن؟ گوش کنید. اینا ست به معنی 6، ست به معنی 6، سبع به معنی 7 و تسع به معنی 9. اینو یاد یه ست لیوان بیفت. شدید تا حالا مامان رفته یه ست استکان خریده، یه ست جوراب خریده. تا حالا فکر کردی یعنی چی یه ست جوراب؟ عزیزم ست یعنی 6. وقتی میگه من یه ست جوراب خریدم یا یه ست لیوان خریدم یا یه ست بشقاب خریدم، ست یعنی چی؟ یعنی 6 تا. این ست همونه. سبع تو رو یاد اسبوع بندازه. اسبوع یعنی هفته و سبع یعنی 7. تسع تو رو یاد تاسوعا بندازه. تاسوعا نهم محرمه و همون 9 رو میتونه به یاد بیاره برام. بریم سال 31. سال 31 ترجمه است و چقدر قشنگه. بدو. میگه پس جین چی میشه؟ جین به عربی به قرآن کسی بده میشه درزن. درزن به عربی یعنی جین. حله؟ ما کاری نداریم. آره نه نه اون آها خیلی فکر میکنن انگلیسیه. ست ست به انگلیسی که منظور 6 تا نیست که. گرفتی؟ خب بریم سراغ گزینه 3 سال 46.
آره بچه خوب گوش به یه سوال خیلی باحالی که پرسید. میگه من تو دلشی گوش کن گوش کن خیلی خفن بود. گفت آقا اینجا رو نکن. همه گوش کنید همه گوش کنید کرکوپرتون بریزه. گفت آقا ریالات جمع مؤنثه دیگه، درسته؟ وقتی مؤنثه چرا عدد براش مؤنث اومد عدد هفت؟ مگه تو نگفتی سه تا ده باید باش مخالفت کنه؟ فدای تو بشم تو بخوای بفهمی اسمی مذکر یا مؤنثه باید مفردش رو ببینی. ریالات مفردش ریاله، مذکر عزیز من، کاری به این آت نداشته باش. حالا که مذکر عدد براش مؤنث اومده، کرکوبرتون ریخ، برگاتون ریخ یا نه؟ گرفتی چی شد؟ آره آره، من برای اینکه بفهمم اسم مذکر یا مؤنثه باید مفردش رو ببینم. چیکار دارم به ریالات؟ حله؟ خب بریم سراغ 31. 31 حل کن. برو آقا برو 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 سال بعدی. به 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 گزینه داری میزنی یا نه؟ کل به نظرت معنی هر میده یا معنی همه؟ نکته داره، نکته داره. نکتهش اینه که یادت باشه کل اگه بعدش مفرد بیاد میشه هر، کل اگه بعدش جمع بیاد میشه همه. میدونستی؟ حالا اینجا یوم اومده که مفرده، پس این به معنی هر نه همه. 3 و 4 هوتوتو. حالا دوتا گزینه باقی میمونه. وقتی دوتا گزینه باقی میمونه دیگه نرو صورت سوالا رو بخون، تکنیکو داشته باش، گزینه ها رو میبینی، تفاوت رو میبینی و بعد میری سراغ صورت سوال. اینجا گفته 1.8، اینجا گفته 8.5. الثامن الا ربعا، یعنی 1.5 به 8 و جواب گزینه 1.90% بچه‌ها درست حل کرده بودن. مرسی. این از بحث عدد، تمام نکاتش رو گفتیم و تست رو ازش حل کردیم. بریم سراغ یک بحث بسیار خفن برای بچه های مخلصیم حسین عزیزم. خب بریم سراغه یه بحث خیلی مهم. آره مانی عزیز، با چیزهای دیگه هم میشد حذف کرد ولی چون تو بحث عدد بودیم میخواستیم کاربرد عدد رو در جمع به شما بگیم. بریم سراغ مسئله بعدی. خوب گوش کن. این بحث لازم و متعدی، خب اگر خوب گوش کنید، این بعضی از بچه‌ها سه سوال می‌پرسن من جوابشون نمیدم، اینا بعداً توی دایرکت اینستاگرام از من بپرسن. راست اینستاگرام من حتما داشته باشین، همه رو جواب میدم به خدا، همین امشب هم جواب میدم. arabic_amar هم یک اینستاگرام علمیه هم خیلی فانه، هم با هم حال می‌کنیم هم با هم چیز یاد می‌گیریم. آدم بایستی تو زندگیش حال کنه والا، از هر کاری که می‌کنه، از هر اتفاقی که می‌افته. حل من مخلص شما هستم حسین عزیزم. فاطمه جان هر مشکل بود. زکیه عزیز میگه من مشکل دارم. حالا چون خیلی تعداد بچه ها زیاده من نمیرسم که دونه دونه توضیح بدم، اونها بعدا توی دایرکت از من سوال بپرسن من پاسخ میدم. آها میگه من لازم متعدی و مشکل دارم، گرفتم همه حواسه جمع. من این تیکر پاک کنم که بریم سراغ درس. بچه‌ها لازم متعدی در فارسی هم وجود داره. اگر یه فعلی نیازمند مفعول باشه میشه لازم، اگر نیازمند مفعول نباشه میشه متعدی. خب شعارمون اینه لازم مفعول لازم نداره، لازم مفعول لازم نداره، لازم مفعول لازم نداره. بگو ببینم توی فارسی یه فعل بهت بدن تو از کجا تشخیص میدی لازم یا متعدیه؟ بگو ببینم توی فارسی از کجا تشخیص میدی فعل لازم یا متعدی؟ همه جواب بدین. مرسی، دو تا سوال میپرسیم دیگه.
دو تا سوال میپرسیم، چه چیزی را چه کسی را. اگه این سوال اوکی بود پاسخ درستی داشت میشه متعدی، اگه پاسخ درستی نداشت میشه لازم. نگاه کن اینجا رو، کتبه نوشت، چه چیزی را نوشت، سوال درستی، کتبه متعدیه. جلسه نشست، چه کسی را نشست، چه چیزی را نشست، سوال درستی نیست پس جلسه لازمه. اما همه اینا به کنار، میخوام یه چیز خفن بهتون بگم، اینو که عمه منم بلد، لطفا اینجا رو گوش کن، این چند دقیقه رو گوش کن، گوش کن، اینم یکی از چیزایی که عمرن حالا شنیده باشی. اینجا زبان عربیه، اینجا زبان فارسیه. ما در زبان عربی یه نقشی داریم به نام مفعول که توی فارسی هم میشه مفعول. در عربی یه نقشی داریم به نام مجرور به حرف جر که توی فارسی متمم معادله اون است. مجرور به حرف جر چیه؟ مثلا الال بیت، الال بیت یعنی به خانه، الان الا میشه حرف جر، بیت میشه مجرور به حرف جر. ما توی فارسی میگیم به خانه و خانه الان اینجا متممه. چرا؟ چون به اومده قبلش. اوکی؟ نکته که وجود داره چیه؟ نکته وجود داره اینه که مفعول زبان عربی در فارسی به صورت مفعول معنی میشه و مجرور به حرف جر به صورت متمم. اما اتفاق ناگوار زمانی رخ میده که مفعول عربی در فارسی به صورت متمم ترجمه میشه. حالا سوالم از شما اینه، اگه یه روز بری سفر، بری ز پیشم بی خبر، نه بلش، اگه یه روز یه جمله رو معنی کردی و توی فارسی به متمم رسیدی، اون متممی که توی فارسیه تو عربی یا چیه یا چی؟ ها؟ یا چیه یا چی؟ بدو یه بار دیگه میپرسم، اگه من یه جمله رو معنی کردم توی فارسی به متمم رسیدم، اون متممه، خب اون متممه تو عربی، آها، پس من اگه یه روزی عبارتی رو معنی کردم و به متمم رسیدم، آن متمم در عربی یا مفعول است یا مجرور به حرف جر. قبوله؟ قبوله؟ حالا اینجا رو داشته باش، حالا اینجا رو داشته باش. سوالم از شما اینه، این عبارت رو برام معنی کنید ببینم، این عبارت رو معنی کنید، استغفرو، استغفرو اینو معنی کن، استغفرو یعنی چی؟ ها؟ بگو بگو. یه چایی مرا میده، آب جوش بشنم، مرا بیامرز، استغفرو، استغفرو عزیزم، بعدن ترجمانم بهتون یاد میدم. بله، این یعنی آمرزش میخواهم، استغفرو یعنی آمرزش میخواهم. What is the question؟ سوال چیه؟ آمرزش میخواهم لازمه یا متعدیه؟ سوال میپرسم، چه چیزی را آمرزش میخواهم؟ چه کسی را آمرزش میخواهم؟ چه چیزی را آمرزش میخوام؟ چه کسی را آمرزش میخوام؟ جواب میده یا نمیده؟ جواب میده یا نمیده؟ نه جواب نمیده. پس لازمه، درسته؟ پس لازمه. حالا اینو برام معنی کن. اینو معنی کن. استغفر الله. استغفر الله. یعنی چی؟ از خدا آمرزش میخوام. از خدا آقا خدا الان اینجا قبلش از اومده، یعنی خدا اینجا متممه، این متمم فارسی تو عربی یا مجرور به حرف جر یا مفعوله. اجازه بده ما بریم خدا رو ببینیم، الله، آیا قبل از خدا مجرور به حرف جر آمده؟ نه، پس الله مجرور به حرف جر نیست، پس چیه؟ پس مفعوله. اه، حالا که مفعول داریم فعل من چیه؟ 100% متعدیه. وا چه نکته ای بود. اگر در فارسی به متمم رسیدیم، آن متمم
اگر در عربی مجرور به حرف جر نباشد مفعول است. برو برای بچه محلات تعریف کن. برو برای بچه محلات تعریف کن. رنده رو برده بیار. رنده رو برده بیار. عزیزم زینب جان کجا جواب میداد؟ چه چیزی رو آمرزش میخواهم چیه؟ چه کسی رو آمرزش میخواهم؟ معنی نمیده. نکنه بگی چه چیزی میخواهم یه آمرزش رو ها؟ فعل ما اینجا خواستن نیست، فعل ما آمرزش خواستنه. حواست باشه. خب مرسی. بچه یادتون باشه که همونطور که میدید سوال 183 این سوال تخصصی انسانیه. یادم رفت یه چیز دیگه هم بپرسم. بچه‌ای که انسانی هستن گزینه 1 رو بزنن، بچه‌ای که انسانی نیستن گزینه 2 رو بزنن. بدوید انسانی ها 1، غیر انسانی ها 2. گزینه بزن. انسانی ها 1، غیر انسانی ها 2. گزینه بزنین. بچه‌ای که رشته انسانی هستن الان گزینه 1 رو بزنن، اونایی که انسانی هستن گزینه 2 رو بزنن. چرا تو چت ها می نویسیم بچه ها؟ اونجا یه چیزی هست به نام گزینه، اونا رو بزنیم. میخوام درصدتون حساب کنم. بعد یه چت می زنیم نمیتونم. اینا رو باید چت ها رو بشمارم، رو کاغذ بنویسم. بعد ببینم چند تا 1 زدن، چند تا 2. مجموعش رو بزنم. اونایی که چند تا 1 زدن جدا بزنم. اونایی که چند تا 2 زدن اونا رو تقسیم برای اون کنم. عدد به دست اومده رو ضرب 100 کنم تا درصد به دست بیارم. ببین خیلی طول میکشه، اذیت میشم. ولی تو اونجا گزینه ها رو بزنی من سریع میفهمم چیه. اوکی؟ خیلی عالی. حدود 30 درصد بچه انسانی هستن و 70 درصد بچه غیر انسانی. خیلی مخلصه. خب بله. سوال 183 رو حل میکنید. سوال این سوال گفته کدوم توش فعل لازم هست یا نیست. ها یا نی بگو بینم. این ما فیهی فعل لازم، یعنی فعل لازم توش ها یا نی بگو. آفرین. حل بفرمایید. سلام خدا. خب بریم. گزینه بزن ببینم چی کار میکنی. فعلای این عبارت رو باید اول پیدا کنی. یأمرنا یضم قد آمنت. نگاه کن ببین بازم فعل هست. یحرک و آره یو میدین وسط هم لا تثمرو. به خیلی خوبه. کدوم اینا لازمه؟ یأمرو یعنی دستور میدهد. چه کسی را دستور میدهد؟ چه چیزی را دستور میدهد؟ جوابه، متعدیه. ولی یه چیزی میگم، برو این هم برای بچه محلات تعریف کن. ضمیر نا اگه به فعل مضارع چسبید حتما مفعوله. اینو یه گوشه یادداشت کن. ضمیر نا اگه به فعل مضارع چسبید حتما مفعوله. الان یه امرنا میشه به ما دستور میدهد. درود خدا بر تو. به ما دستور میدهد. ما توی فارسی متممه، چون قبلش به اومده. متمم فارسی تو عربی یا مجرور به حرف جر یا مفعول. ما میشه نا. نا قبلش حرف جر اومده. حرف جر چی بود؟ من فی ان الا ال. ببینی من فی ال، من فی الا علاله ام بکه. حالا من فی الا علاله این حرف جر نیومده که اصلا حرفی نیومده قبلش. تموم شد. پس این مفعوله. میگه فرهنگ لغات قاموس یضم دربر میگیرد چه چیزی را؟ کلمات را. مفعوله. آمنتو ایمان آوردم. چه چیزی را ایمان آوردم؟ چه کسی را ایمان آوردم؟ معنی نیست. تسمه رو میوه میدهد چه چیزی را نگید چه چیزی را میدهد چه چیزی را میوه میدهد چه کسی را نمیده لازمه.
یحرک و حرکت میدهد. میگه تنان یعنی مرغ مگس، حرکت میدهد بالهایش رو. چه چیزی رو؟ بالهایش رو. این هم یکی از مباحث بسیار بسیار مهمی که 50% بچه ها درست جواب بدن. حله؟ حله؟ بابا محمد جان، بابا جواب دوه چیه؟ بابا جواب سه. دانیال جان سوال چیه؟ بچه لغت یادتون باشه، یعنی اگه مجرور نبود و متهم داشتیم فعل رو با آفریم دیگه دو سال وقتی ما متمم داشتیم و مجرور به حرف جر نداشتیم دیگه اون مفعول دیگه چه چیزی رو چه کسی رو ولش کن. بچه عزیز همه حواستون جمع باشه. حله؟ این مبحث لازم و تعدی مبحث تخصصی انسانی بود و مستقیما برای بچه انسانی ازش سوال میاد، هم سوال جدا همینطوری، هم سوال توی تحلیل صرفی. اما برای بچه ریاضی و تجربی هنر و منحصر از زبان یه مبحث فراتر از کتابه که باید یاد بگیرن، چون پیدا کردن مفعول رو باید بلد باشن. ما بعدن یاد میگیریم فعل متعدیه که مفعول داره. حله؟ مخلصم. بریم سراغ درس بعدی. آقا میخوام بهتون بابها رو یاد بدم. ببین بیا تا 11 و ربع وایسا، هر کی خواست بره، من که وای میستم. تا 11 و ربع وایسیم، بابها رو هم بهتون بگم، خب که خیلی ها توش گیر دارن، بعد یه نکته هایی بهتون میگم خب که اصلا برگ روز برگ و اما درس 3 و 4 این و اما معروف شده. میدونی که من اصلا دوست دارم این دانش آموزان سرکیات همه منضبوط باشن. فهمیدی چی شد یا نه؟ همه منضبوط، همه لطفا بزنن منضبوط، همه زن ما منضبوط هستیم. بزنید ببینم خودو بنام جا من نوکه ها منضبوط همه. میگه یعنی چی منضبوط؟ یعنی منضبوط نمیدونی چیه داداش؟ شاگرده باید منضبوط باشن دیگه. آفرین زهرا. تو بله بله اوکی اوکی اوکی. یکی میگه 5 دقیقه استراحت داریم، استراحت میکنیم دیگه. گفتیم با هم استراحت کنیم، چرت و پرت بگیم بخندید برام. بله همایش هم میزنم. آها راستی اتفاق خیلی عجیب غریب افتاد، اینو من بهتون بگم، خیلیتون شاید نمیدونید. کسایی که دانش آموز مرداد یا نوبان ما بودند و در یکی از نکته و تست ها ثبت نام کردن، یعنی نکته و تست اسفند یا اردیبهشت، همایش پایان سالشون رایگان خواهد بود. این جایزه یه که کلاسینو به شاگردای ما داده. مرسی، بسیار عالی و حرفه‌ای. خب بریم سراغ چی؟ آره مرسی که همه تو منضبوطین، احسنت، همه منضبوط باشین، باریکلا. بریم سراغ درس ها. درس 3 و 4. آقا تو رو خدایی که من بگه بابا منضبوط این مال جوکر بود دیگه، یعنی منضبط. اون هاو دهنگی داشت اونجا، عجب سکانسی بود برای ما که فکر کنم ما همه معلم ها با اون سکانس حال کردیم، چون سکانس تدریس بود. آیار خیلی حال داد. آره اصلا عجیب غریب بود. آره خب بچه ها همه حواس جمع، میخوام راجع به یه مسئله چند تا سوال برسم جواب بدید. ثلاثی همه تون شنیدید. ثلاثی یعنی چی هست؟ چی میتونه بگید ثلاثی یعنی چی؟ بگو ببینم ثلاثی یعنی چی؟ بگید ببینم. بگو ثلاثی یعنی ستایی. آفرین. به فعل‌هایی که دارای 3 حرف اصلی هستن تو عربی میگن ثلاثی. آخه ما فعلایی هم داریم که 4 حرف اصلی دارن که به اونها میگن رباعی، ما نمیخونیمشون. ثلاثی تقسیم بندی میشه به ثلاثی مجرد و مزید. عزیز من میشه به میگی ثلاثی مزید یعنی چی؟ ثلاثی مزید یعنی چی؟ ها جواب بدیم. ثلاثی مزید یعنی این فعل حرف زائد داشته باشه. خب ببخشید کدوم فعله؟ کدوم فعل حرف زائد داشته باشه؟ فعل ماضی هو.
پس ملاک تقسیم بندی ثلاثی به مجرد و مزید ماضی هوه است. اگه ماضی هوه حرف زائد نداشته باشه بهش میگن مجرد، اگه حرف زائد داشته باشه بهش میگن ثلاثی مزید، مثل هوه رجع، هوه استرجع، هوه شغله، هوه اشتغله. اما اینا رو اینطوری یاد نمیگیریم. این مفهومش بود. فعل های ثلاثی مزید یه جدولی دارن، ایناش معروف به جدول باب. هر فعلی که تو این جدول باشه میشه ثلاثی مزید و اگه فعلی تو این جدول نباشه میشه ثلاثی مجرد. بریم با هم بخونیم. آماده این؟ آماده این؟ افعل یفعل افعل افعال، فعل یفعل فعل، تفعیل فاعل یفاعل فاعل، مفاعل تفاعل یتفاعل تفاعل، تفاعل تفعل یتفعل تفعل، تفعل افتعل یفتعل افتعل، انفعال لا انفعل ینفعل انفعل انفعال، استفعل یستفعل استفعل استفعال. حواست باشه این جدول باید حفظش باشه. بعضی از بچه‌ها میگن آقا من اینو حفظم، میگم بابا تفعل رو بگو ببینم. میگه آقا اینجوری که نه، اولش رو بگو من بقیهش رو میگم. میگم عزیز من اون که حفظ شدن نیست که، همیشه که اولش رو بهت نمیدن شاید آخرش رو بدن، پس حواسون به این داستان باشه. اوکی، تو موقع این جدول حفظی که بتونی یه بار از حفظ همش رو روی کاغذ بنویسی امتحان کنید. اینایی که ادعاشون میشه حفظن، همین امروز که کلاس تموم شد برام ببینم میتونن بنویسن یا نه. خب پس این جدول باباس باید حفظ باشیم. حرکتاش تک تکش مهمه. همین یفعلو بشه یفعلو، تمام شد ثلاثی مجرد. پس حرکت ها همگی مهمه. چند تا نکته میخوام راجع به این جدول به شما بگم. ماضی و مضارعی که اینجا میبینین، این دو ستون مال صیغه هوه است. هوه افعل، هوه یفعل، هوه تفعل، هوه یفتعل، و لذا برای همه صیغه ها صرف میشه. افعل، افعلا، افعلو، افعلت، افعلتا، افعلنا، حالا افعلت، افعل، ولشو. یتفاعلو، یتفاعلو، یتفاعلون، یتفاعلان، یتفاعلون، تتفاعلو، تتفاعلان، یتفاعلن، تتفاعلو، تتتتتتتت. پس اینا برای همه صیغه ها صرف میشن. آقا ما باید صرفشون کنیم؟ نه بابا نه، ولی حواست باشه فقط اینا نیست، اینا برای همه صیغه ها صرف میشن. یاد باشه ستون امر مال ما، مال انت است، مال انت است. انت افعل، انت فعل، انت فاعل. و یادون باشه مصادر، این خیلی مهمه، همگی اسم هستند و مفرد و مفرد، افعال، تفعیل، مفعل و الاخر. این نکته اول که خیلی مهم. خب حالا اینجا رو گوش کنید. ما به شما گفتیم ثلاثی مزید یعنی این که ماضی هوه حرف زائد داشته باشه. این ستون، ستون ماضی مال هوه هم هست، میبینیم که حرف زائد داره. اینجا همزه حرف زائده، اینجا تکرار عین الفعله، اینجا ف ببخشید الف هست، اینجا ت و الف هست، اینجا ت و تکرار عین الفعل، اینجا همزه و ت هست، اینجا همزه و نون هست، اینجا همزه و س و ت. اینا حروف زائد در واقع این باب هستن. به همین خاطر ما اینها رو به سه دسته تقسیم بندی می‌کنیم. سه تای اول که یه حرف زائد دارن، چهار تای بعدی که دو حرف زائد دارن و آخری که سه حرف زائد داره. به این میگن مزید، به زیادت، حرف واحد یعنی یه حرف زائد داره. به این میگن مزید، به زیادت، حرفین یعنی دوتا حرف زائد داره. به این میگن مزید، به زیادت، ثلاثت حروف یعنی سه حرف زائد داره.
حالا چیه اینجا داستان خیلی جالبه. من به بچه‌ها میگم بچه باب افعال گوش کن، گوش کن سوالو. باب افعال چند تا حرف زائد داره؟ میگه باب افعال اینها یکی دوتا. بابا حروف زائد بابها رو از ستون ماضیشون پیدا میکنن. ماضی افعال افعله هست و افعله یه حرف زائد داره. اینو یادت باشه، اینو در صرفی میاد. خیلی مهم بود. حله؟ حالا اینو من بنویسم اینجا. یه موقع حروف زائد از روی ستون، اون به اون میگه ستونی تو، اون به اون میگه بوتونی تو، حروف زائد از روی ستون ماضی باب ها به دست می آین. خب حالا بریم اینجا، حالا بریم اینجا، همه حواسه جا نکته رو داشته باش، لذت ببر. منو ببین این خونه رو، با این خونه رو ناکن. این ماضی این امر، ماضی آخرش امر آخرش ساکنه. اگه این ا و این ساکن رو به ما ندن، ما از کجا تشخیص میدیم که کدوم ماضیه کدوم امره؟ میشه بگین مرسی یاسه داوودی عزیز، مرسی فرنوش، مرسی متین، مرسی. از حرکت عین الفعل. عین الفعل چیه؟ ببین فعل سه تا حرف اصلی داره، ف و عین و لام. حرف اول اصلی میگن فاعل فعل، حرف دوم میگن عین الفعل، حرف سوم میگن لام الفعل، که همینجا عینه. پس بچه اگر حرکت حرف آخر رو به ما ندن، ما از رو عین الفعل میفهمیم. اگه عین الفعل ا باشه میشه امر، اگه ا باشه میشه امر. ببخشید ا میشه ماضی، ا میشه امر. ا ماضی ا امر، ا ماضی ا امر. اما و اما این دوتا، و اما این دوتا، این دوتا هر جفتش ا، ولی از اینجا به بعد دوباره ا. چیه بچه ها؟ اگه ماضی باشه میشه ا، اگه امر باشه میشه ا. پس این خیلی نکته. اگه بهت یک فعل بدن، مثلا یه چیز من اینجا بنویسم، چیز خفن بنویسم اینجا رو، کجا همین پایین اگه به تو بدن من رو داشته باش، اینو بهت بدن، این فعل رو بهت بدن، تو اینو چی معنی میکنی؟ اگه اینو بهت بدن فقط یه حرکت، اینو چی معنی میکنی؟ میگم نکن این ا داره دیگه. شما بگید اولیشو چی معنی میکنید؟ مهرنوش، آره، نه فرنوش، نه فرنوش هم داریم آخه. آره بچه، این چون ا هست امره، پس میشه گرامی بدار. این چون ا هست ماضیه، پس میشه گرامی داشت. این نکته ترجمه است، نکته ترجمه است، حواست باش. مرسی. اما چیزی که برامون خیلی اهمیت داره، لطفاً همگی گوش کنید، حالش رو ببرید. بچه چجوری تشخیص میدیم یه فعل از چه بابیه؟ چجوری تشخیص میدیم؟ نه من گفتم فعل، میدونم اکرم میتونه اسمم باشه، من گفتم فعل. همه حواستو. از کجا تشخیص میدیم یه فعل از چه بابیه؟ ها؟ کاری نداره که. سه روش بهت یاد میدم که بتونی باهاش باب فعل رو پیدا کنی. میدونم خیلی اینو نگفتن. برای پیدا کردن باب یک فعل کافیه سه حرف اصلی رو پیدا کنیم. سه حرف اصلی اجلسه هست، جا لا سا، و جاش بذاری فا ا ل. هرچی بعد از لام الفعل، یعنی سومین حرف اصلی بعد از لعومت، حذف کن، من تو مو حذف میکنم. اجلس تو ماضیه یا مضارعه؟ اینو به من بگو.
من یه نکته بهت بگم، مضارع آخرشون یا او یا نون، مضارع آخرش یا چیه یا چی، یا او یا نون، یا چیه یا چی، یا او یا نون. پس این ماضیه. اگه فعل ماضی بود همه چی رو بیار پایین، آخرش یه ا بذار، میشه افعل، افعل، یفعل، افعل، افعال. This is it. تن کسرینه. صرف اصلی کسره، جاش بذار فعلا، هرچی بعد از دامور فل اومد حذف کن. تن کسرینه ماضیه یا مضارع؟ جواب، تن کسرینه ماضیه یا مضارع؟ مضارع. اگه فعل مضارع بود حرف اول هر چی بود تبدیل به یک کن، همه چی بیار پایین، آخرش یه او بذار. پس این میشه ین فعل و ان فعل، ین فعل و ان فعل، ان فعال. اوکرتم، چاکرتم، عشق منی، عاشقتم. علمو، صرف هستیش ا ل م، جاش بذار، جاش بذار چی بابا؟ ف علا، هرچی بعد از دوم فعل اومد حذف کن. علمو، امر یا ماضی؟ ها؟ امر یا ماضی؟ از کجا فهمیدین امر بچه؟ از کجا فهمیدین امر؟ از کجا فهمیدین امر؟ آفرین، اینول فعلش کن ا داره، همین الان گفتم. اگه بود علمو میشد ماضی، حالا هست علمو یعنی امر. اگه امر بود همه چی بیار پایین، آخرش ساکن بذار. فعل، فعل، یو فعل، فعل، تفعیل. خدا وکیلی حال کردین؟ خدا وکیلی حال کردین؟ همه این چیزایی که گفتم این بالا نوشتم، همه این چیزایی که گفتم این بالا نوشتم. اما وای وای، میدونی باب ها به چه دردی میخورن؟ یه لحظه یه چیزی بهتون بگم، یه دفعه یه چیزی بهتون بگم که خیلی مهمه، خیلی مهمه. به روز جان کلاسم اگه تو 11 و نیم بیداری به زنگ بیداری؟ آره آره، خداحافظ. خب همه خوب گوش کن، همه خوب گوش کن. باب ها مثل یه کارخونه است بچه، تا 11 دقیقه اینا میمونیم، 11 رو بگه زحمت نباشه. این باب ها، این باب ها، این باب ها مثل کارخونه است. فایدهش چیه؟ یه فعلی با یه صرف اصلی میره تو این باب ها، چند تا فعل دیگه ساخته میشه با همین صرف اصلی که این دفعه معنیش فرق میکنه. قبله یعنی قبول کرد، میره به باب افعال میشه اقبله، روی آورد. میره به باب تفعیل میشه قبله، میشه بوسید. میره به باب فاعل میشه قابله، مقابله یعنی ملاقات کرد. تقابله رو در رو شد. تقبله پذیرف. استقبله به پیشواز رفت. یا کفتر، ای چی شد پس؟ داشته باش. خرج، خارج شد. اخرج، خارج کرد. خرج، خارج کرد. مثلا استخرج، بیرون کشید. تخرج، فارغ التحصیل شد. بابا اینا رو من میشه حفظ کرد؟ میگم ببین یه کار باحال کردم، اینم هدیه من به شما، واقعا هدیه من به شما. دو صفحه آخر این جزوهی که رایگان دختتون قرار گذاشتیم، این 14 گروه فعل که تو کتاب درسی جمع‌آوری کردیم و در اختیار شما گذاشتیم. جلسه نشست، اجلسه نشان، جالسه هم نشینی کرد. نمیخواد بری اون سیستماشو یاد بگیری. همین 14 گروه رو داشته باش اینجا رو. خرج، خارج شد. اخرج، خارج کرد. اخراج، استخرج، استخراج. تخرج و پرخو تحصیل شد. همینا رو، همینا رو بلد باشی، این 14 تا. رجع، برگشت. ارجع، برگردان. استرجع، پس که راجع و مراجعه کرد. همین، 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 همین. همینا رو بلد باشین براتون کفایت میکنه. این دو صفحه آخر خیلی ارزشمنده، اینم برای شما هدیه. اوکی، حالا بریم تستاشو حل کنیم و دیگه قال قضیه رو بکنیم. بدوین سوال 32 یک تست ترجمه است، همش اینه تست کنکور ها. جزوه رو میگه از کجا بگیریم. آره این خیلی مهمه بچه، لطفا یادداشت کنید جزوه رو از کجا بگیریم. شما از منزل میریم بیرون، خب از منزل که رفتی بیرون سمت راست میری، منتهی الیه سمت چپ اولین بقالی اونجا که رفتی میگیری. یعنی چی جزوه را کجا بگیریم؟ جزوه تو پنلتونه دیگه، کلاس که تموم شد ارو پنلت پر شده رو برمیداری. حله؟ مخلصم. بریم سراغ تست. بودو
همه رو بهتون میگم، همه رو میگم، کل جزوه رو بهتون میگم کجا. ببین کافیه بدونی استرجعتو یعنی چی، رجع یعنی برگشت، استرجع یعنی پس گرفت، پس گرفت، پس دادم، اوکی. برگشت کجا بود؟ موازتم کنم وسط برقی، برگشتم، پس گرفتم، پس گرفتم، پس استرجعتو میشه پس گرفتم، حذف، حذف. دو تا گزینه باقی میمونه، تفاوتا. مغازه‌ای که مختص تعمیر وسایل، مغازه‌ای که کارش تعمیر وسایل با برق، ببین وسایل برقی، وسایل با برق، الوسائل الکهربائیه، وسایل برقی، والسلام، نعمه تمام. جواب گزینه سه، حل، حل. اما و اما ضبط الحرکات، ضبط الحرکات، نهران دیوانه شده اینجا باید. و اما ضبط الحرکات، آره همه هم وساجم. ببین ضبط الحرکات رو یه چیزی بهتون میگم و لذت ببرید. ما یه تکنیکی داریم بهش میگیم به خدا قسم این چیزها رو خیلی دلشون نمیاد تو کلاس رایگان بگن. میگه چرا من گل کار رو، چرا من گل کار رو تو کلاس رایگان بگم؟ بذار اینا بیان تو کلاس من ثبت نام کنن. من اصلا نمیخوام اینجوری آدم بیاد. من گل کار رو میگم، گل کار رو میگم، اونجایی که بچه ایراد داره رو میگم، مجانی هم میگم که نگن آقا این اینجوریه الاخر. که البته کسی که ما رو میشناسن میدونن عمار تاجراش دریاست. خب بقیه باید بدونن که دیگه تو دل کلاس چه خبر. خب ضبط الحرکات در سه حرکت. حاجی سه حرکت من بهت میگم، بیر، ایکی، اوچ، که البته اولیشو امروز یاد گرفتیم، بقیهشو بعدم بهتون میگم. با این سه تا ضبط الحرکات حل میشه. یک، حرکت فعل‌های مزید. فعل‌های مزید اول از همه باید چک کنیم. مثلا استفعل است، استفعل رو میکنه استفعل، یه حرکت اون وسطش عوض میکنه. و امروز همه تستایی که الان میخوام با هم حل کنیم با این حل میشه. دو، حرکت اسم فاعل و اسم مفعول که بعدن راجبش صحبت میکنیم. دو، اینو قبلا درس دادم توی جلسه صفر، اسامی مثنا و جمع مذکر سالم و اعداد عقود، حرکت حرف آخرشان تغییر نمی کند و ضمناً تنوین نمی پذیرند. بچه ها من یکشو الان بهتون گفتم، سهشم که جلسه صفر گفته بودم، عدد و عقودم الان گفتم، دو موند ولش کن که بعدم میگم. پس الان میخوایم ضبط الحرکات حل کنیم، اولین کاری که میکنیم اینو فعلاشو پیدا میکنیم ببینیم کجا فعلها حرکتاش درست نیست. آماده ای؟ خب شاید یکم اینجا حرکتات نشون داده نشده باشه، اگه در واقع دانلود کرده باشین خیلی راحته. برو سوال 43 یه لحظه یه نگاهی بندازید ببینید. بذار میخوای یدنش رو من حل کنم. مثلا اینجا یبلغ، ببین من فعل باید سلسی مزید پیدا کنم، اینجا فعل مزید ندارم، اینجا فعل مزید ندارم، اینجا اه دارم، یتعا نوشته یتعا یشو، بچه یتفا الو یا یتفا الو، یتفا ال، پس این بود بشه یتعا یشو و همین غلطه و جواب گزینه 4. گرفتی چی شد؟ همین فعلا رو پیدا کن و بگو ببینم کدومش غلطه. بودو سوال بعدی گزینه بزن. کیاوش فدای تو بشم.
خب اینجا مرسی مرسی بچه ها 86% درست جواب دادن. یسته ماو یفته الو، نه بابا یفته الو، تمام شد یسته معو. 43 بچه آخر کلاس میگم که کتاب و جزوینا رو چه کجا برید. بذار خیالمون راحت شه این سه تا تست باقی مونده رو حل کنیم. بودو برو ببینم اینجا، بودو برو اینجا ببینم. بودو 43 بودو 43 ماشالله ماشالله. فقط بچه ها فعل فعل پیدا کنید، فعل سراسی مزید. مثلا اینجا اینه ترزه او داریم که درسته، تشو بکنیم میشه یورزه یوف الو درسته. اگه مزاره بود تشو بکنی یه حواست باش. 61% حالا درست شد بچه ها. 63 بچه ها باورت نمیشه تو کنکور اینا رو زیر 20% میزنن ها، زیر 20% به اینا جواب میدن. 70% درست جواب دادم مرسی. یلتا فتو یفتا الو، نه بابا یفتا الو، پس میشه یلتا فتو. مرسی مرسی. 43 برو ببینم 43 بودو بودو. بودو بینه بودو بودو بینم بودو بودو. خیلی خوبه خیلی خوبه خیلی خوبه. میگه ای کاش رنده رو میوردی سر کلاس. به قرآن رنده همراهمونه، اینا رنده همیشه هم رنده میکنیم ما، یعنی آقای فکری رنده میکنه ما هم رندهشو آوردیم دیگه، فقط داریم رنده میکنیم. آره چی فکر کردی؟ به قرآن یکی رنده میکنه، یکی دنده میکنه، یکی نمیدونم لشکرکشی میکنه، یکی حلقه درویشان را میندازه. باید فکر کنم ببینم من با چی کار بکنم. من احتمالا یه دسته را بندازم، یه دسته را بندازم، چون اینجا هم کوچهش بنبسته، دسته گیر میکنه. آره دمام میاریم. آره آره عالیه عالیه. خب مرسی آقا. اینجا رو داشته باشید. یوسله فعل یفعل و یسل له بچه ها. جواب گزینه 4 و بابا چرا تموم نمیشه لامصب؟ دو تا تسته. آره دو تا تسته دیگه آخرم بزنیم. بدو 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 بدو. این اولی که رو هوا بزن، اولی رو هوا بزن. آه یکی هم پادگان داره. آره اینا اینا نگفتم. پادگان داره اینجا یکی، رنده یکی میکنه، لشکر داره، نمیدونم حلقه داره. آره آره میگه یکی بیمارستان کی داره؟ بیمارستان کی داره؟ یکی بیمارستان داره. آره ایوان ایوان چی؟ ما نه اون دیگه داستان میشه جی. آره خب بگو بیدم. بگو 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 بگو. تشته هدو آقا تشو بکن یه ببینم میشه یشته حد، نه بابا یفته الو، میشه یشته. بچه 90% درست حل کردم، باورتون میشه؟ کنکور 1400 ها فکر کنم. 43 کدوم غلطه؟ و آخرین سوال و آخرین سوال بود. خیلی خوبه.
بودو بینم. مرسی. بچه ها میشه به هم بگید یه سوال باحال بپرسم و دیگه تمام درس امروز. شاهدو، شاهدو یعنی چی؟ ببین این همون نکته بود که از اول درس دادم و این نکته رو خیلی ها نمیدونن. بچه این نکته خیلی خفنه. ببین ازش تست اومده. شاهدو امر یا ماضیه؟ بگو بهم امر یا ماضیه. مرسی. امر چون ا داره. شاهد یعنی ببینید. گفته وقتی مردم برگشتن ببینید بت‌هاشون را شکسته. نه، وقتی مردم برگشتن بت‌هایشون را شکسته دیدند. یعنی باید ماضی باشه. ماضی چی داره؟ ا. باید بشه چی بچه ها؟ شاهدو. و جواب گزینه چنده؟ یک. خب خسته نباشین، خسته نباشین همگی. من یه لحظه برم سراغ تکالیف و کاری که باید انجام بدیم و خدافظی کنم با شما برم. 5 دقیقه بیشتر کار نداریم. قسمت مهم کلاس، همگی خوب گوش کنید. خب اولین نکته، ما چه منابعی رو برای کلاس لازم داریم؟ یک، جزوه. این جزوه در پنل جلسه 2 شما برای کسانی که ثبت نام میکنن کاملش قرار میگیره و شما میتونید این جزوه رو پرینت بگیرید. البته میتونید فیزیکی این جزوه رو هم تهیه کنین. اگه بخواید این جزوه رو به صورت فیزیکی تهیه کنین کافیه من دایرکت بدین. این جزوه رنگیش با ارسال رایگانش در واقع 90,000 تومان هزینه ای که ما در واقع برای بچه‌ها هماهنگ کردیم، اتفاقا اقتصادی گذاشتیم که بچه‌ها بتونن تهیه کنن. موضوع بعدی کتاب هست. کتاب‌هایی که ما استفاده می‌کنیم 3 عنوان کتابه. یکی واژه‌نامه است، واژه‌نامه عمار، یکی جامع عمار و یکی درک مطلب و کلوز تست عمار. بچه یادتون باشه که درک مطلب و کلوز تست عمار برای کسایی که میخوان 80 به بالا بزن. اگه هدفتون زیر 80ه درک مطلب رو باید بیخیال شید. این کتاب ها رو مال انتشارات کانون هم هست. از هر کجا که دوست داشتید میتونید تهیه کنین. اگر خواستید از وبسایت ما با 20% تخفیف تهیه کنید به من اگه دایرکت بدین من بهتون میگم که از کجا این کتاب ها رو تهیه کنید. من در پایان هر جلسه از این کتاب ها تکلیف میدم. اگر دوستانی نتونن کتاب تهیه، اول اینکه خیلی خوبه که بر اساس کتاب های من بیان جلوشون، من بر اساس کتاب های خودم تکلیف میدم. اما اگر دوستانی نمیتونن هزینه کنن و کتاب نمیتونن تهیه کنن، از هر کتابی که دارن میتونن تست حل کنن. این یه مسئله. اما مسئله بعدی، مسئله تکلیفیه که داری. خوب گوش کنید، این تا هفته بعد باید انجام بدین. این خیلی مهمه. اوکی. 1. دیدن جلسه 0. بچه همین جلسه 0 رو پنل بچه ها هست؟ میتونم ببینن؟ آره رو پنل شما هست. هر کسی هم که ندیده میتونه در واقع به ما دایرکت بده، ما لینکش رو براشون بفرستیم. 2. لارت، این خیلی مهمه. لارت چیه؟ لارت مخففه لغت، آیات، روایات و تعاریف درس 2 از واژه نامه. پس از روی واژه نامه شما چیکار میکنید؟ لغات، آیات، روایات، تعاریف درس 2 میخونید. 3. جزوه عدد رو مطالعه میکنین و تست درس 4 جامع رو که میشه درس 2 حل میکنین. اوکی. 4 لارت درس 3 رو میخونین. 5 جزوه ثلاثی مزید مجرد رو میخونین به اضافه تست درس 5 جامع میشه درس 3. 6 لارت درس 4 رو میخونی به اضافه تست درس 6 رو میزنی میشه درس 4.
هفته آینده رو پنل شما چه آزمونی قرار میگیره؟ ها؟ آزمون نیم سال اول دهم. بچه باورتون میشه چی کار کردم براتون؟ من جلسه صفر درس یک دهم رو درس دادم، امروز هم درس دو سه و چهار نیم سال یک دهم رو براتون بستم. دوستانی که تا به حال تست نزدن باید برای خودشون برنامه ریزی کنن، شبیه یه ساعت وقت بذارن، ببین شیش شبیه یه ساعت وقت بذارن و تست های کتاب رو بزنن. کسایی که تست از شاگرد من بودن کتاب عربی عمار رو زدن، باید برن در این برنامه برای مرور صحبت هم با اون 30% دانش آموزهای قوی که برای مرور اومدن، اینا باید برن تست های سخت برای دانش آموزان سرسخت آخره در واقع هر درس از عربی عمار رو بزنن. اگه اونا رو زدن برن کتاب عربی عمار آزمون رو بزنن. پس یاد اون باشه، میخوام تمامش کنم بره. فردا 10 صبح هم که کلاس داریم، بچه‌ای که مرداد و نوبان هستن و نکته تست اسفند، 4 جلسه هم حل تست گذاشتیم که بریم جلو، اونا رو برای شما میذاریم که شما هم ببینید در پایان کلاس ها. خوب گوش کنید، بچه‌هایی که ضعیفن، بچه‌هایی که تو درس یعنی ضعف دارن توی درس عربی و تازه دارن شروع میکنن، باید تمام تستا رو بزنن. بچه‌هایی که قوی هستن خب و عربیشون خوبه، باید برن آزمون‌های سخت برای دانش آموزان سرسخت آخر هر درس رو بزنن. اگه اونا رو زدن کتاب عربی عمار آزمون رو بزنن. بچه دم همتون گرم، امیدوارم که ببینمتون، اگرم ندیدمتون جلسه بعد، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که تونسته باشم عربی رو برای شما دلنشین، دلچسب و مفهومی آموزش بدم و در سرنوشت شما تأثیر مثبتی گذاشته باشم. تا درود دیگر، بدرود، شب همگی بخیر، خداحافظ.